چرا نوتیفیکیشن اومد؟ آها الان میتونی شروع کنی. اومد شروع کن. خب سلام، آریا هستم. خیلی ممنون که به تویچ استپ دو من اومدین. امیدوارم که آخر هفته خوبی رو سپری کرده باشین و هفته خوبی رو پیش روی خودتون داشته باشین. خب من دوست داشتم که مثل استپ اولم اول یه پاورپوینت کوتاهی داشته باشم. خب توی استپ دوم میخوام درباره جاوا اسکریپت حرف بزنم. خب جاوا اسکریپت اصلا چیه؟ جاوا اسکریپت زبانیه برای ایجاد صفحات وب پویا و تعاملی که هدف اصلیش، رسالت اصلیش این زبان بهبود تعامل و تجربه کاربری بازدیدکنندگان و کاربران وب با ایجاد عناصری مانند منوهای کشویی، عناصر گرافیکی، رنگ‌های پس‌زمینه پویا و غیره است. این زبان محبوب همکنون در بسیاری از حوزه‌های فناوری و اینترنت، اهم از توسعه و برنامه‌نویسی و توسعه بازی، ساخت وب اپلیکیشن و غیره استفاده قرار می‌گیرد. جاوا اسکریپت باعث می‌شود که تعامل بین کاربر و صفحات وب به بهترین شکل ممکن صورت بگیرد، که این کار تنها به تنهایی از عناصری مانند HTML و CSS ساخته نیست. امروز بسیاری از مرورگرهای پیشرفته و حتی قدیمی از جاوا اسکریپت به عنوان زبان برنامه‌نویسی اصلی خود استفاده می‌کنند و با استفاده از آن تجربه کاربری بی‌نظیری به کاربران وب می‌بخشند. چه رابطه‌ای بین جاوا اسکریپت و HTML هست؟ تفاوت‌هایی با هم دارن. HTML یک زبان نشانه گذاری است، همونجوری که تو استپ تو چس اولام هم گفتم، اما جاوا اسکریپت یک زبان برنامه‌نویسیه. HTML محتوای استاتیک رو در صفحات وب نشون میده. جاوا اسکریپت عملکرد پویا رو به صفحات وب استاتیک اضافه می‌کنه. HTML رو نمی‌توان در جاوا اسکریپت تعبیه کرد، اما جاوا اسکریپت را می‌توان در HTML تعبیه کرد. برای نمایش محتوای ثابت با هر مرورگر رو وبی سازگار است HTML، اما جاوا اسکریپت برای اجرای کد به موتور JS نیاز دارد. HTML توسط همه مرورگرها پشتیبانی میشه، اما جاوا اسکریپت بسته ویژگی‌ها و محتویات موجود در آن توسط چند مرورگر پشتیبانی می‌شود. توی استپ اول من صحبت کردم در این باره که در اونجا فقط HTML و CSS بودش، که اگر HTML چیزیه که اصلا نمیشه هیچ موقع نباشه، یعنی نمیشه تصور، یعنی اصلا وجود نداره اگر چیزی اگر HTML نباشه. CSS خب میاد خوشگلش میکنه، اما جاوا اسکریپته که میتونه ارتباط اصلی رو بین تمام آبجکت‌ها و عناصر مختلف برقرار بکنه و میشه گفتش که این یکی از مهمترین چیزا برای اینکه ما یک سایت و یک محیط خوبی رو بتونیم بسازیم وجود هر سه تاشون لازمه و جاوا اسکریپت یکی از مهمتریناشه. خب من یه چیزی هم کداشو زدم که اگه دقت بکنید این کاری که میخوام باش انجام بدم اینه که دوست دارم به سه رنگ تقسیمش کردم، که تو این قسمت سبز کم رنگ میخوام کاربر، اون کسی که داره میبینه، دم نفس خودش رو حبس بکنه، در اینجا نگر داره و در اینجا بازدم انجام بده، که همینجوری که اینجا میبینید که من درست کردم این پوینتر هم که میبینید همین کاریه که اینجا این داره میکنه، واسه نشون بده کجای کاره. توی استرایدات سی اس اس هم مثلا اینجا من توی گرادینت سیرکل میخواستم خب سه تا رنگ مختلف باشه، اینجا تعبیه کردم، زد ایندکس های مختلف دادم که با منفی یک و منفی دو این بیاد روی سیرکل و پوینتر ها، و اینم که در توی جاوا اسکریپت که الان کداشو براتون میزنم جاوا اسکریپتشو، این اهمیت این کدا رو میفهمید. خب یک چیزی که هستش، من توی کلاس کانتینر و کلاس آیدی تکس
اینجا دو تا آیدی داریم، کانتینر و تکس، که اول میخوام با همینا شروع بکنم. اول یه کانس کانتینر میدم. مساوی document dot get element by id، چون که اونجا ID آورده بودم، یه تک slash container بعدی هم برای همینه، ولی برای text get element by id همون تک سلش تکست. خب ما تو این صفحه‌ای که داریم یک زمانبندی وجود داره، یعنی تو یک زمانی من میخوام این حرکت بکنه، برسه به اینجا، قطع بشه، اینجا نگه داره، پس در نتیجه ما یک زمانی رو نیاز داریم که تو این زمانی که من تو برای محاسبه کردم میشه 7500 میلی ثانیه، که برای همین ما اول با اینجا من اسم توتال تایم رو میارم. بعدی اون زمانیه که من میخوام برای صرف اون نفس کشیدن و یعنی دم و بازدمه اختصاص بدم. که اینجا توتال تایم رو میارم، چون نیازه. و حالا با این علامت من میخوام تقسیم برای 5 بکنم. شاید بگید چرا تقسیم برای 5، اینا سه تا قسمت هم. دلیلش اینه که اینجا دقت کنید این یک نصف ایناست، و در نتیجه اینا رو اگه دو حساب بکنیم با این میشن 5 تا. برای همین من 5 دادم و یه ستارم که تو اینجا نشونه ضربه میدم، چون که تقسیم برای 5 بشه گفتم بعد ضرب داره 2 بشه، چون هر کدومشون 2 تا درست حساب میشن. چیز دیگه ای که باید انجام بدیم برای زمانی که میخوایم نفس رو حبس بکنیم، هولد تایم، که باز همون توتال تایمه، ولی این بار فقط تقسیم بر 5 میشه و ضرب در 2 نمیشه، چون که کلا یه واحده. خب حالا این کاری که انجام دادیم، من باید یه const with animation بهش بدم. و اینجا یک کنسول لاگی من باز میکنم، که اگر اینو من به بالا بیارم، اینجا من یک کنسول لاگی باز میکنم براش. اول برای اون نفس کشیدن است، یعنی همون دم. بعد یک، چون که یک وقفه میخوام ایجاد بشه، تایم اوتش میدم، یه ست تایم اوتش میدم.
و این تایمتی که بهش دادم این برای هولد، یعنی کنسولایی که میخوام برای هولد درست بشه. کنسول دات داک این بار برای هولد. این تگ سلکشن رو نذاشتم. هولد. یک تایم اوت دیگه هم که هستش برای وقتی که میخوایم نفس رو بدیم بیرون، یه تایم اوت دیگه هم بعد اونجوری واسش در نظر بگیریم که ما حالا این رو کپی میگیرم و می‌نویسمش. یه سه تایم اوت دیگه کنسول لگو دوباره میارم، این بار برای پیس اوت. خب حالا پشت اینجا من یه باید هولد تایم رو قرار بدم، اون زمانی که میخواستیم بمونه. اینم یه باید قرار بگیره و اینجا من باید اون دوتا رو باید ببن. اینجا باید یه بریت تایم بدم اون آخریه. خب الان من اینو بخوام نشونتون بدم باید اول یک چون خط به خط میاد، اول باید یه ریس انیمیشن هم اینجا بذارم و الان میام اینو توی کنسول میام نشونتون بدم. یک چیزی که اینجا شده اینجا من اینجا یه مشکلی بهش خورده. و اینجا من اینو یادم رفته بود بذارم. اینجا الان اینجا من می‌خواستم نشونتون بدم این موضوع رو، ولی الان حالا یک اشکالی که پیش اومده روی صفحه میام نشونتون میدم این موضوع رو که چی بوده. این با این کنسول لاگ روی کنسول میشد نشون داد و الان میخوام روی خود صفحه یعنی اینجا نشونتون بدم که اینجا بزرگ میشه، اینجا کوچی، اینجا نگر باید داریم و اینجا بسته بشه. یه لحظه بخشید. از من یه فکر کنم ایرادشو فهمیدم و
اپلیکیشن نمی کنسول لوگو رو حذف میکنم جای تست دات اینر تکست رو میذارم تکست اینر تکست رو میذارم و اینجا اول همون کلمه with اینو میذارم و میبندمش اینو به جای اون میذارم چون که اینو میخوام اون تو کنسولشون داده میشد و اینو میخوام روی خود صفحه نشون بده اینجا فقط جای کمال بازی میکن اینجا ایز اوت میزنم اینجا حالا چیزی که ما میخواستیم این بود که اینا بیاد و توی این صفحه نشون داده بشه و چیزی که الان من میخواستم الان میتونم نشونتون بدم این بودش یعنی اونی که میخواستم یعنی من حالا اگر اینجا بیام اینجا عوضش بکنم چیزی که میخواستم این بود که الان این کدا بودش که می اومد و به ما نشون میدادش که چه اینجا فرایند چجوریه یعنی اینجا بسته میشد اینا من نمیدونم اینجا الان چرا اینجوری شده و واقعا فکر کنم به خاطر این موضوع که اینا نشونتون بدم خیلی عالی میشه بله چیزی که من میخواستم در اصل این بود که اینجا باز به اینجا دم بشه اینجا لب داره اینجا همونجوری که میبینید هولد بشه این همون زمان است که بهتون گفتم که کجا به کار می اومد اینجا من اینجا اومدم این کلمه ها رو بعد اینجا به کار می بردیم یکی کانتر شرینک و یکی کانتر نگرو که اینجا به کار می اومد که اینجا اگه دقت کنید من اینجا اومدم گفتم که از ترانسفورمش باشه از 0 درجه تا 360 درجه چون دایره است اگرو تو 3 ثانیه از ترانسفور کنه از 1 به 1.2 و وقتی شرینک اومد ای 1.2 بیاد به 1 یعنی وقتی که ما میخوام اینجا نفس بکشیم اووردم که این بزرگ بشه تو هولد خب چیزی نبود چون باید ایستا باشه و توی بازدمم کانتینر شرینگ که قرار بود کوچیک میکنه یعنی همونجوری که اینجا مشاهده میکنید اینجا اون گروه استفاده شده اینجا نگه داشته میشه و اینجا بازدم میشه این اون چیزی بودش که من میخواستم نشونتون بدم والا کد آمادش رو گذاشته بودم که مشاهده بکنید و یک چیزی هم که هستش اگر این نباشه ست اینتروال این فقط یه بار انجام میشه یعنی یه بار میچرخه اینجا دیگه رو بریس اوت میمونه دستور آخرش که اینجا ما وقت اینتروال رو بذاریم و بگیم که این دستوری که هستش رو توی تو هر بار اجرا بکنه دیگه این مشکلی که وجود می اومد و دیگه براش به وجود نمیاد این مشکل و همینجوری هم که اینجا تقسیم بندی کردیم که خدمتتون توضیح دادم کارشو انجام میده خیلی ممنون که به توییچ من اومدین و حالا ببخشید بابت اون مشکلی که پیش اومد ولی سعی کردم که با اون آماده کردن و آماده بگم که
منظورم چی بوده و امیدوارم که عیدتون پیشویش مبارک و تعطیلات خوبی داشته باشید.